وقتی که شهامت قدرتمند بودن را پیدا می کنیم تا بتوانیم از توانایی ها و استعدادهایم برای تحقق چشماندازم استفاده کنم، ترس من رفته رفته بی اهمیت تر می گردد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه برگزیدگان با من عثمان احمدی خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه آقای عبدالباسط نایب خیل، محصول سمستر هفتم دانشکده ژورنالیسم هستند. آقای نایب خیل، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. اگر در نخست از خود معرفی داشته باشید. تشکر احمدی صاحب. عبدالباسط نایب خیل هستم، متولد سال 1379 در ولایت زیبای لوگر. خب دوران مکتب را 3 سال را در لوگر و بقیه را در کابل خواندیم. ما در سال 1397 از مکتب قلعه احمد خان فارغ شدیم و بعد وارد دانشگاه شدیم و فعلا هم محصل سمستر هفتم دانشکده ژورنالیسم هستم و همونطور ادامه میدیم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. آقای نایب خیل، چه فکر میکنید شما را به برنامه برگزیدگان چرا برگزیدیم؟ تشکر احمدی صاحب. شاید مرا از خاطر از اینکه روابط ما اجتماعی است با محصلین و همچنان در قبال از روابط خوب، ما درس های خود هم تعقیب میکنم و به خاطر از این شاید مرا در برنامه میتونم برگزیده باشم. دقیقا به نظر شما وضعیت دانشجویی در دانشگاه ها چگونه است؟ آیا همه چیز رضایت بخش است؟ خوب در دانشگاه ها در افغانستان همه چیز اگر رضایت بخش هم نباشه، ما محصل هستیم باید دنبال کسب علم باشیم و خود ما دنبال چیزهایی باشیم که ما را میتونه به پیشرفت سوق بده. به نظر ما اگر خود ما بخوایم همه چیز رضایت بخش است، اگر خود ما نخواهیم شاید هیچ چیز هم رضایت بخش نباشه. آقای نایب خیل، افرادی که موفق هستن و افرادی که موفق نیستن چی تفاوت ها در بینشان وجود دارد؟ سوال خوبه پرسیدن آقای احمدی صاحب. ما پیشتر هم بر شما گفتم وقتی که ما هدف تعیین میکنیم و به هدف خود برسیم موفق هستیم و کسایی که هدف تعیین میکنن و به هدف خود نمیرسن شکست میخورن، اونا را ما برش نمیتونیم که بگویم که شکست خوردن و نرسیدن. ما اگر از اون شکست های خود بیاموزیم و پیش بریم میتونیم که موفق شویم. پس بین موفق و ناموفق است پدیده است. کسایی که موفق میشن از شکست های خود میاموزن، او کسایی که مثلا هدف تعیین میکنن و شکست میخورن استاد میشن، اون اصلا آنها باختن. پس ما باید از شکست های خود بیاموزیم و بالا شکست های خود کار کنیم تا موفق شویم. نکات خوب را اشاره کردین آقای نایب خیل. اولین کتابی که مطالعه کردین کدام است و محتوای آن چی بود؟ بسیار خوب، اولین کتاب را که من مطالعه کردم کتاب آیین زندگی بود. این کتاب با من بسیار چیزها را فهموند. وقتی که من کتاب مطالعه خلاص کردم، من رفتم در جامعه و با مردم و از کسب و کار، از زندگی زیادتر آموختم و محتوای ازی در کل امی طریقه برخورد در اجتماع بود که من مرا یاد گرفتم. و نویسنده از کتاب دلکارنگی است که من ای را به بیننده های عزیز همچنان پیشنهاد میکنم که اگه یک بار هم میشه ای را باید مطالعه کنم. بدون شک من هم این کتاب را شما با گفتین من هم با مطالعه خواهد گرفتم. یک خاطره از دوران محصلی تان اگر به ما بگوید. خوب در دوران محصلی خاطره های زیاد با محصلا می باشه. وقتی که در یک سن فستی محصلا همگی مانند برادر آدم هستن، انسان های متفاوت است. در دوران محصلی همی خاطره های خوبه که در یاد ما مانده، خاطره است که ما با دوست های خود به سیاحت و میله می رفتیم و اونجا دیگه خاطره هایش همش ماندگار است و در صنف هم خاطرات زیاد است که شاید فعلا در یاد ما نبیه، اما در می خود صنف بودم خودش یک خاطره است. با بچه ها می باشی همی خوش میگذره، خودش در کل یک خاطره است. هم خوش می باشی با بچه ها و هم یک چیز از استادها یاد میگیری. همه گش میتونه که خاطری خوب باشه. تشکر از اینکه به برنامه ما آمدید عبدالباسط نایب خیل. در اخیر برنامه قرار داریم، پیام شما به عنوان یک دانشجو بر دانشجویان دیگر چیست؟ خب پیام ما بر دانشجویانی است که مطالعه کنن و بر خود یک تقسیم اوقات کوتاه مدت و دراز مدت بسازن. کوتاه مدتش میشه که مثلا با یک ماه و یک سال باشه، دراز مدتش میشه که با 5 سال و 20 سال باشه. یعنی من که محصل هستم یک سال بعد در کجا باید باشم و 20 سال بعد در کجا باشم. وقتی که تقسیم اوقات بر خود ساختن،
میشه که بالای از این تصمیمات کار کنن. امی خودش یک پلان خوب با محصول است که میره از در زندگی خود تجربه بکنه. تشکر آقای نایب خیل. بینده های این بود برنامه برگزیدگان. تا برنامه برگزیدگان دیگر، الله نگهدارتان. ژورنالیسم رنا، جسارت تغییر و سازندگی.